شنبه 25 جولای 2020 در شهر کلن آلمان، در همبستگی با کارگران نیشکر هفت‌تپه که بیش از 40 روز در اعتصاب سر می‌برند، اعتراض به ابتدایی ترین حقوق و معیشت زندگی خود می‌باشند. سعی میکنیم صدای شما را در دنیا منعکس کنیم و به نظر من اتفاقاتی که در 41 روز گذشته در هفت‌تپه پیش اومده مثل یک سلولی هست که میتونه موقعیت جامعه ایران، موقعیت کارگران، رفتار حکومت اسلامی و در عین حال آینده ایران رو نشون بده. شما هزاران نفر کارگر اعتصاب کردید، بارها دستگیر شدید و حکومت اسلامی سرکوب میکنه این مبارزاتو، ولی شما ادامه میدید به این مبارزات. در حقیقت به نظر من پاتونو گذاشتید رو گلوی این حکومت. شما اعلام کردید که قوه قضاییه، روحانی، دولت و خامنه‌ای و همه دستشون تو دست هم و دستشون تو جیب شما مردم هست. شما اعلام کردید علیه کلیت این حکومت هستید و مبارزه میکنید و میخواید خودتون این کارخونه را در دست بگیرید. این هم پیامی هست به حکومت و این هم پیامی هست در مورد آینده ایران. شما از شورا دفاع کردید و همین الان دارید همین رفتار رو میکنید. با هم حرف میزنید، تصمیم میگیرید و یک مبارزه قهرمانانه رو پیش میبرید. اجازه بدید در اینجا خیلی کوتاه به فاطمای عزیز، دختر کوچکی که از یک خانواده کارگری پیام داد و مشکلات خودش رو مطرح کرد، بگم عزیزم، ما صدای تو رو شنیدیم و ما سعی خواهیم کرد صدای شما کارگران، شما خانواده های کارگری رو در دنیا منعکس کنیم. داریم از به قول کارگران هفت‌تپه خودشون از اعتصابی حرف میزنیم که پایتخت اعتصاب کارگران جهان معروف شده، کارگران هفت‌تپه. و این کارگران چیز عجیبی نخواستند، میخوان زندگیشون رو ادامه داشته باشه و الان یکی از فرزندانشون با زبان کودکی خودش که چیز حدود 7-8 سالشه نامه‌ای برای پدرش نوشته و گفته پدرم شرمنده نباش، اگر پول نداری برای من خرید کنی، اگر پول نداری وسایل مدرسه رو برای من بخری، چون حقوق نگرفتی. این خیلی غیر عجیب، غیر معمول و عجیب و غریبه برای مردمی که اینجا هستن. اگر بشنون کارگر کار کرده ولی دستمزدش رو پرداخت نمی‌کنن و این تو ایران به امر عادی تبدیل شده، به امر هر روزه و میلیون ها کارگر تو این شرایط به سر میبرن. بحث اینه چیکار باید کرد و کارگران گفتن باید چیکار کرد. خود کارگران هفت‌تپه در طول اعتصاباتشون گفتن ما باید کاری کنیم که سرمایه‌دار صاحب این کارخونه که 700 میلیون دلار دزدی کرده از این کارخونه بیرون بندازیم. همین چند روز پیش یکی از مدیران بازنشسته را آورده بودن برای تفرقه انداختن بین کارگرها. خود کارگرها اخراجش کردن، نذاشتن بیاد سر کار. کارگرها تصمیم گرفتن جمعی تصمیماتشون رو بگیرن، جمعی تصمیماتشون رو اجرا کنن و جمعی کارخونه رو و سرنوشتش رو توش دخالت داشته باشن. گفتن ما باید ناظر باشیم بر جایی که نه تنها منبع درآمد 5000 کارگر، بلکه منبع زندگی و درآمد ده ها هزار انسانی هست که توی منطقه زندگی میکنن، ولی دولت و کارفرما و قوه قضاییه و سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی دست به دست هم دادن که کارگران رو شکست بدن. برای شکستشون اولین کاری که کردن تفرقه ایجاد کردن بود. دیدن کار نمیکنه، تفرقه ایجاد کردن، رفتن 4 نفر از رهبران کارگری رو دستگیر کردن. کارگران روز بعدش اومدن تو خیابون با زنده باد کارگرانی که دستگیر شدن و ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این کارگران هستیم و دولت ناچار شد اونها رو آزاد کنه.
فشاری که الان روی کارگران هست تنها فشار امنیتی نیست، تنها تهدید نیست، تنها آینده نامعلوم نیست. فشاری که روی کارگران همین امروز هست گشنگیه. و یکی از شعاراشون اینه که ما کارگر هفت‌تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم. و ما اینجا میخواییم به این کارگران درود بفرستیم و بگیم شما سرمشق جنبش کارگر ایران شدیم، شما سرمشق جامعه ایران شدیم، شما سمبل مبارزه مردم ایران علیه زور و تبعیض شدیم. من به تمام عزیزانی که در این رابطه این جنبش کارگری رو راه انداختن تبریک میگم، درود بهتون میفرستم. کار بزرگی رو دارین انجام میدین در ایران. امیدوارم که در این رابطه ما بتونیم صدای شما باشیم و همگام و همپا باشیم. هرچند که واقعا کاری از دست ما برنمیاد، ولی تنها کاری که میتونیم بکنیم در این مجامع صدای شما را